بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب: حمله مسلحانه به شیعیان هزاره در افغانستان، بیش از 14 نفر تیرباران شدند. فتوای شیخ عثمان خمیس، مبلغ اهل تسنن، درباره پوشیدن رنگ قرمز توسط مردان و واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی. سفر رئیس جمهور ایران به عراق. و استرالیا لایحه‌ای را برای تشدید مبارزه با جرایم ناشی از نفرت ارائه می کند. وقت شما بخیر. منابع محلی در استان شیعه نشین دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که گروهی از شهروندان شهرستان سنگ تخت و بندر این استان که به استقبال زائران کربلا میرفتند، در نوار مرزی با استان غور افغانستان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. این افراد در قالب گروهی به منظور استقبال از زائران اربعین که به تازگی از زیارت کربلای معلا و عتبات عالیات از عراق و ایران به افغانستان باز می‌گشتند، رفته بودند که مورد هجوم افراد مسلح قرار گرفتند. یکی از منابع می‌گوید که در این حمله دست کم 12 نفر شهید و شماری هم زخمی شدند. منابع دیگر شمار شهدا را 14 نفر و 2 نفر زخمی ذکر کردند. یک منبع دیگر محل حمله را روستای پالو سنگ قور هممرز با بولسوالی سنگ تخت و بندر دایکندی عنوان نمود. به گفته منابع وضعیت برخی از مجروحان این حادثه تروریستی نیز وخیم گزارش شده است. مسئولان محلی طالبان در دایکندی و غور تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. گفتنی است شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت تیرباران شهروندان هزاره در منطقه مرزی دایکندی و غور در مرکز افغانستان را بر عهده گرفتند. این گروه در خبرنامه خود گفته است که در این حمله 15 نفر شهید و 6 نفر دیگر زخمی شدند. منابع در دایکندی شهادت 14 نفر را تایید می‌کنند. به گفته منابع تمام جان باختگان مرد هستند. از دکتر بتول حیدری، استاد دانشگاه از لندن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. خانم دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمتون. خانم دکتر لطفاً ضمن بیان آخرین اطلاعات از حادثه تروریستی روز گذشته بفرمایید ریشه این رخدادها بر علیه شیعیان که به صورت پی در پی در حال افزایش است چیه و طالبان در این ماجراها چه نقشی داره؟ بفرمایید. ضمن عرض تسلیت خدمت آقا امام زمان علیهم السلام و همچنین خدمت تمام شیعیان و کسانی که عاشقان ابا عبدالله علیه السلام هستند، متاسفانه حادثه بسیار تکان دهنده‌ای در منطقه شینشین دایکندی اتفاق افتاد که تمام علاقمندان به شیعیان را در دهشت و وحشت فرو برد. متاسفانه همانطور که شما هم گزارش کردید، بیش از 14 نفر از کسانی که برای استقبال زائران ابا عبدالله برای در مسیر قرار گرفته بودند، توسط 4 مرد مسلحی که سوار موتورسیکلت بودند برای عکاسی از اونها پایین آمده بودند، اونها را مورد هدف و تیرباران قرار دادند. اما این که پرسیدین ریشه این مسئله تنفر و نفرت از شیعیان در افغانستان در چیست،
باید ما بگیم که نسبت به هزارها در افغانستان تبعیض تاریخی و مذهبی سالهای سالها وجود داشته و اونها مرتب مورد تحقیر و سرکوب از طرف هر گروه از حاکمانی که در افغانستان حکومت کردند اینها قرار می گرفتند. و مورد بعدی ایدئولوژی طالبان هست که از هم در دوره اول و هم در دوره کنونی اینها کاملا نسبت به شیعیان اون بغض و حقد خودشون رو همچنان دارن و اونها رو در احکام های اسلامی خودشان کافر میدونن. و حتی در دوره فعلی که طالبان اعلان میکنه که باید تأمین امنیت تمام اقوام و اقلیت های مذهبی را در کشور خودشان به عهده بگیرن، متاسفانه اینها به شکل عملی چنین چیزی رو هرگز ما از اینها ندیدیم و مرتب در همین دوره دوم کشتار شیعیان و از بین بردن گروه های شیعی در افغانستان تداوم داره. و اینکه سوال شما فرمودین که طالبان در این وسط چه نقشی دارن، متاسفانه طالبان مدعی برقراری امنیت و حفظ امنیت در دوران حکومت خودشان هستند، اما آن چیزی که شواهد نشان میدهد اینها تمایلی برای اینکه محافظت کنند از مناطقی که مردم اقلیت زندگی میکنن از خودشان نشان نمیدن. و باز هم شواهد نشان میدهد که اینها عملا به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم با این جانیان همراهی میکنن و فقط به تسلیت هایی در حد مجازی اینها اکتفا میکنن. و اگر اینها قرار بود که در زمینه امنیت شیعیان افغانستان کاری بکنن به شکل اجرایی، تا کنون از اونها ما اقداماتی رو شاهد بودیم، اما متاسفانه میبینید که قتل عام شیعیان افغانستان و نسل کشی هزارها در افغانستان همچنان ادامه داره و سکوت بسیار از کشورهای اسلامی در برابر چنین فجایعی واقعا شرم‌آور هست. بله، سپاسگزارم از همراهیتون در این برنامه. با تشکر از دکتر بتول حیدری، استاد دانشگاه از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز فرهنگی شعاری دارالمصباح از مراکز زیر مجموعه مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از آغاز مجدد دوره های آموزش سخنوری خبر داد. گفته می شود این دوره های آموزشی در ایام اربعین حسینی متوقف شده بود تا دستندرکاران، مسئولان، اساتید و دانشجویان این مؤسسه بتوانند در مراسم اربعین حسینی شرکت و خدمت کنند. در همین راستا ملا محمد السیلاوی، مسئول مرکز دارالمصباح، طی اظهاراتی گفت فعالیت‌های آموزشی سخنوری را با شور و نشاط و قدرت هرچه تمام آغاز کرده و شاهد حضور ارزشمند و فعال جوانان اهم از زن و مرد در این دوره ها است. مؤسسه خیریه کربلا از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی در کربلای معلا به ده ها تن از دانش آموزان یتیم این شهر مقدس لباس فرم مدرسه اهدا کرد. این مؤسسه به این منظور ضمن برگزاری مراسمی با حضور اولیای دانش آموزان به آنان کارت های اهدای فرم مدرسه اهدا کرد. این اقدام خیریه با هدف حمایت از کودکان یتیم و در چارچوب فعالیت‌های خیریه مؤسسه خیریه کربلا صورت گرفته است. ۲۵مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در بغداد پنجشنبه فعالیت خود را با حضور شماری از وزرا و مسئولان آغاز کرد. این دوره از نمایشگاه کتاب بغداد با حضور 600 ناشر از 21 کشور از جمله عراق، کشورهای عربی و دیگر کشورهای خارجی با حضور نویسندگان و اندیشمندان مختلف برگزار می شود. این نمایشگاه تا روز یکشنبه اول مهر از ساعت 10 صبح تا 10 شب به کار خود ادامه خواهد داد. دولت ایالت برندبورگ آلمان به مرکزیت برلین روز پنجشنبه 22 شهریور اعلام کرد یک مرکز اسلامی دیگر را به جرم ارتباط با حماس و ترویج تفکرات افراطی و عصر حجری تعطیل کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میکائیل اشتوبگن، وزیر امور داخلی ایالت برندبورگ، با صدور بیانیه اعلام کرد مرکز اسلامی شهر فورست والده به دلیل فعالیت‌های ناقض قانون اساسی آلمان تعطیل شده است.
این مقام محلی از حزب دموکرات مسیحی تاکید کرد دولت وظیفه دارد فعالیت نهادهای مروج تفکرات عصر حجری را در نطفه خفه کند. تایلند هدف بلند پروازانه ای را برای تبدیل شدن به یکی از 5 صادرکننده برتر حلال در جهان برای خود تعیین کرده است و در همین راستا اقدام به تشکیل اولین کمیته ملی صنعت حلال نموده است. گفتنی است صادرات حلال تایلند علارغم پتانسیلی که دارد در حال حاضر در رتبه 11 جهانی قرار دارد، زیرا موانع تجاری، اعتبار گواهی حلال تایلندی و هزینه های بالای حمل و نقل این پیشرفت را کند کرده است. در همین راستا ایجاد دپارتمان حلال و تشکیل اولین کمیته ملی صنعت حلال موقعیت تایلند را به عنوان یک مرکز منطقه‌ای حلال تقویت کرده است. هر سال 3 اکتبر مراسم روز مسجد باز در سراسر آلمان برگزار می‌گردد. در این مراسم درب‌های مساجد اسلامی به روی غیر مسلمانان باز شده و با برگزاری مراسم و برنامه‌های مختلف پلی برای ایجاد ارتباط میان مسلمانان و غیر مسلمان و نیز معرفی دین مبین اسلام گشیده می‌شود. در همین راستا امسال نیز شورای عالی مسلمانان آلمان با صدور بیانیه رسمی به گرامی داشته با شکوه مراسم این سال روز دعوت کرد. با بازگشت میلیون‌ها دانش آموز به مدرسه در سراسر جهان، صدها هزار کودک فلسطینی به دلیل محاصره و شرایط پیچیده در غزه مدرسه‌ای برای بازگشت ندارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گزارش می‌دهد که برخی مدارس غزه به طور کامل ویران شده یا به پناهگاهی برای آوارگان تبدیل شده و حدود 625 هزار دانش آموز در غزه از تحصیل محروم شدند. به گفته وزارت آموزش فلسطین تا کنون بیش از 10490 دانش آموز و دانشجو در حملات اسرائیل جان باختند. شیخ عثمان الخمیس مبلغ اهل تسنن کویتی با فتوای مبنی بر حرام بودن پوشیدن رنگ قرمز برای مردان موجی از واکنش ها را در فضای مجازی برانگیخته است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم میبینیم. فتوای شیخ عثمان خمیس مبلغ اهل تسنن کویتی در خصوص ممنوعیت پوشیدن رنگ قرمز برای مردان موجی از واکنش‌های متفاوت در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در پلتفرم ایکس توییتر سابق به راه انداخت. وی در توجیه این فتوا دلایلی همچون اختصاص این رنگ به زنان و کافران را برشمرد. این فتوا با واکنش‌های متفاوتی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. برخی از کاربران با این فتوا موافق بوده و آن را بر اساس آموزه‌های دینی توجیه کردند، اما بسیاری دیگر این فتوا را تنگ نظرانه و مغایر با روح دین اسلام دانستند. مخالفان این فتوا دلایلی همچون عدم وجود دلیل قاطع برای تحریم رنگ قرمز و همچنین تأکید دین اسلام بر آزادی‌های فردی را مطرح کردند. آنها معتقدند که چنین فتواهایی می‌تواند به ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه منجر شود. منتقدان معتقدند که برخی از مبلغان دینی به ویژه در میان اهل تسنن با ارائه فتواهای سلیقه‌ای به جای ترویج مفاهیم بنیادین اسلام به ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه دامن می‌زنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تفسیرهای خشک و انعطاف ناپذیر از دین می‌تواند مانع از پیشرفت و توسعه جوامع اسلامی شود. در همین حال فجر سعید روزنامه نگار کویتی در واکنشی به این فتوا نوشت: ای شیخ، آیا در دین دستورات دیگری وجود ندارد که به مردم اخلاق نیکو، رفتار شایسته و ترویج صلح و احترام به یکدیگر را آموزش دهد؟ برخی از کاربران تاکید کردند که دین اسلام دینی است که بر رحمت، عدالت و آزادی تاکید دارد و چون این فتواهایی که به جای وحدت موجب تفرقه و اختلاف می شود
با روح دین سازگار نیست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در اولین سفر خارجی خود در این سمت روز چهارشنبه در رأس هیئتی بلندپایه عازم بغداد پایتخت عراق شد. پزشکیان در این سفر سه روزه که به دعوت رسمی محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق صورت گرفت، علاوه بر دیدارهای رسمی با نخست وزیر، رئیس جمهور، رؤسای مجلس و دستگاه‌های قضایی و امضای اسناد همکاری مشترک، دیدارهایی با تجار و ایرانیان ساکن عراق داشت. رئیس جمهور ایران در جریان دیدار با عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور عراق بر ضرورت توجه بیشتر بر همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای تاکید کرد. مقامات عالی رتبه ایران و عراق در حضور دکتر مسعود پزشکیان و محمد شیاع السودانی 14 سند همکاری در زمینه‌های مختلف امضا کردند. پزشکیان همچنین پس از دیدارهای رسمی در بغداد به کاظمی، نجف، کربلا، بصره، اربیل و سلیمانیه رفت. وی در دومین روز از سفر خود به عراق به اربیل رفت و در فرودگاه مورد استقبال نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کرد شمال عراق قرار گرفت. پزشکیان در این سفر علاوه بر دیدار با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کرد شمال عراق، دیدارهای نیز با مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق و سران و رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی این اقلیم داشت. ساعتی پیش با دکتر ابراهیم روشندل کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن گفتگوی داشتم و از او در رابطه با سفر رئیس جمهور ایران به عراق و پیامدها و نتایج آن پرسیدم. پاسخ دکتر روشندل را با هم ببینیم و بشنویم. تون برای این برنامه و سوالی که فرمودید خدمت شما عرض بکنم. دولت آقای پزشکیان در شرایطی آغاز به کار کرد که یک پرونده امنیتی نظامی به دلیل بروز اختلاف بین ایران و اسرائیل روی میز ایشون قرار گرفته و عنوان اولویت‌های مهم در پیگیری این مسئله باید ایشون روش کار بکنه، یعنی به جای اینکه وعده‌های اقتصادی که ایشون ارائه داده بودن از اون منظر بتونن کارو شروع بکنن، ولی اختلافات پیش آمده در سیاست خارجی و بحرانی که با اسرائیل به وجود اومد موجب شد که آقای پزشکیان موظف به پیگیری این پرونده باشه. بنابراین انتخاب کشور عراق به عنوان اولین سفر خارجی رئیس جمهور حائز اهمیت بسیاری هست و نکته مهم اینه که دیدار ایشون از عراق محدود نشده به شهر بغداد به عنوان پایتخت سیاسی که معمولاً در سفر مقامات بیشتر مقامات خارجی متمرکز میشه روی بازدید فقط و انجام ملاقات در پایتخت، بلکه شامل حضور ایشون در شهرهای مذهبی و همچنین اقلیم کردستان عراق شد. اقلیم کردستان عراق منطقه‌ای هستش که جمهوری اسلامی شدیداً نگران بروز وضعیت‌های امنیتی و احتمالاً نظامی علیه تمامیت ارضی ایران باشه به دلیل زن و گمان هایی که وجود داره که اربیل و منطقه سلیمانیه در واقع حوزه نفوذی جدیدی برای اسرائیل تعریف شده، هرچند که خب جمهوری اسلامی توافقنامه های امنیتی متعددی رو با اقلیم کردستان عراق امضا کرده طی سالهای اخیر، ولی این نگرانی همواره در اونجا وجود داشته و داره که از ناحیه فعالیت‌های پنهان اسرائیل و شبکه سازی‌هایی که در اون منطقه احتمالاً میشه و حتی پایگاه‌های آمریکایی، جمهوری اسلامی خود رو ملزم به حل این نگرانی‌های امنیتی در حوزه استحفاظی منطقه اقلیم کردستان عراق می‌دونه. بنابراین 14 یادداشت تفاهمی که با محتوای همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بین ایران و عراق در این سفر آقای پزشکیان امضا شد حاوی چند نکته مهم هست که باید بهش اشاره کرد. یک نکته اینه که به دلیل همین وضعیت نگرانی جمهوری اسلامی باید سفر ایشون به عراق رو در حد کلی ترش یک نوع یارگیری سیاسی و به ویژه در منطقه اقلیم کردستان عراق
حاوی یک همسویی و همپیمانی نظامی امنیتی تعبیر بکنیم، به دلیل اینکه تمام زیرساخت‌های مشخصی که در منطقه اقلیم کردستان عراق برای ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی وجود داره، از نظر مقامات ایران اسرائیل به راحتی میتونه در این حوزه برای ایران خطرساز باشه. مطلب بعدی ورود به حوزه اقتصادی هست، یعنی جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه همکاری‌های امنیتی رو ایجاد کرده و جدیداً موفق شده که کنترل بیشتر افرادی که مخالف جمهوری اسلامی هستند در جامعه کردی در شمال عراق رو بتونه از طریق آقای نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق حل بکنه، ولی در این حال تلاش میکنه که همکاری‌های اقتصادی رو هم در شعاع دو جانبه بیشتر بکنه و یک نوع وابستگی اقتصادی رو هم در رابطه با صدور گاز به این کشور ایجاد بکنه و هم در رابطه با صدور برق. باید نتایج این سفر رو بعد از اتمام اون در شکل عملی ببینیم و ارزیابی دقیق‌تر رو در اون نقطه میتونیم مطرح بکنیم. خیلی متشکرم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. دولت چپ میانه استرالیا روز پنجشنبه قانون جدیدی را برای مبارزه با جرائم ناشی از نفرت ارائه کرد که در صورتی که فردی نژاد، جنسیت، منشأ قومی، مذهب فرد دیگری را مورد هدف قرار دهد، مجازات‌های کیفری از جمله زندان برای او در نظر گرفته می شود. این لایحه در حالی ارائه می شود که دولت استرالیا به افزایش نفرت پس از جنگ اسرائیل و حماس واکنش نشان داده و سال گذشته قوانین جالب توجهی تصویب شده و از جمله سلام‌های نازی‌ها و نمایش عمومی نمادهای گروه‌های تروریستی ممنوع اعلام شده است. مارک دیریفوس، دادستان کل استرالیا، در بیانیه گفت هیچ استرالیایی نباید به دلیل اینکه از چه نژاد و قومیتی هست یا به چه چیزی اعتقاد دارد هدف قرار گیرد. وی در ادامه گفت ما با افتخار در جامعه‌ای پر جنب و جوش، چند فرهنگی و متنوع زندگی می‌کنیم که باید از آن محافظت و آن را تقویت کنیم. این لایحه برای هر کسی که تهدید به استفاده از زور یا خشونت علیه یک گروه یا شخص کنند و یا اگر فردی ترس از تهدید داشته باشد تا 5 سال حبس را پیشنهاد می کند. اگر تهدیدها برای دولت هم خطر ایجاد کند، مجرمان ممکن است به 7 سال زندان محکوم شوند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمله مسلحانه به شیعیان هزاره در افغانستان، بیش از 14 نفر تیرباران شدند. فتوای شیخ عثمان خمیس، مبلغ اهل تسنن، درباره پوشیدن رنگ قرمز توسط مردان و واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی. سفر رئیس جمهور ایران به عراق. و استرالیا لایحه‌ای را برای تشدید مبارزه با جرایم ناشی از نفرت ارائه می‌کند. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار. به امید دیدار.